قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بیکران بر همه شما عزیزانم. واقعا خیلی خوشحالم که در مقابل این دوربین در کنار شما باز قرار گرفتم، در کنار همه شما عزیزانم که اینقدر به من لطف داریم و پیام های محبت آمیز و دوستانتون واقعا برای من باعث دلگرمیه. من خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم. با نام و یاد خداوند جان و خرد من برنامه رو شروع میکنم. همیشه هم میگم ما یاد بگیریم خرد رو پیشه کنیم، خرد رو توی زندگیمون به کار ببریم تا بتونیم اون مراحل زندگی رو با درایت وایزلی انجام بدیم. اگه کسی میخواد زنگ بزنه و سوالی داره، ببینیم شما همتون میذارین آخر برنامه و خب مجبور میشه آدم که تون تون جواب بده یا بعضی ها رو که میمونن دیگه آخر سر من پشت خط جواب میدم. اما اگر سوالی دارین میخواین در مورد هر مسئله، چون من در مورد یه چیز خاصی برنامه هم نیست، من یه موضوعی رو در برش برای شما مطرح میکنم و نظراتتون رو میخوام، ولی حالا لازم نیست حتما در مورد موضوع مورد توجه اون، یعنی اونی که من درباره صحبت میکنم، شما بیان سوال کنین در مورد هر مسئله‌ای که دارین، حالا اختلاف با فرزندتون، با همسرتون، مشکلات شخصی، وسواس فکری، افسردگی، لو سلف استیم، همه چیزایی که ممکنه که باعث بشه که شما احساس رضایت از زندگیتون نکنید. در این اول برنامه میخواستم خدمتون بگم که من روزهای پنجشنبه، الان البته این رادیو بامداد که در ساکرامنتو هستش، در لس آنجلس نیست، در پایتخت در حقیقت کالیفرنیا هستش، از من خواهش کردن که برنامه براشون صوتی هفته یک بار بفرستم و من این کار رو براشون کردم و برنامه رو الان تقریبا 6 ماه هستش که دارم ادامه میدم. اما الان به من گفتن که ما پادکست درست کردیم، یعنی تمام اون ضبط شده های برنامه ما با تیتری که داره، در باره من مسائل مختلفی من صحبت کردم، حدودا 30-40 تا هستش و اینها پادکست توی یوتیوب گذاشتن که شما میتونید بزنید دکتر پروین نظامی توی یوتیوب برنامه رادیو بامداد، بعد تمام وایس و صداهایی که در اون رابطه من انجام دادم رو ببینید، یعنی با تیترهای مختلف که سرتیترشون رو همش اعلام کردن. به هر حال من خواستم هم اینجا از رادیو بامداد تشکر کنم به خاطر اینکه در یوتیوب برنامه‌ی منو گذاشتن که در اختیار همه مردم باشه که بتونن هم ازش استفاده بکنن. و امروز درباره چیزی که من میخوام صحبت کنم، شما خودتونم
میتونیم بیاین و توی برنامه شرکت بکنین. حالا میگم، گفتم در ارتباط با اون تاپیک یا برنامه‌ای که من اعلام میکنم دلیل نداره که موضوعتون اون باشه. هر موضوعی رو که دارین میتونیم بیاین و هر مسئله‌ای که دارین بیاین و مطرح کنین، ولی همین خب اوایل برنامه تشریف بیارین که من بتونم پاسخگوتون باشم و نه آخر سر که داره برنامه تموم میشه اگر بخواید زنگ بزنین یه مقدار خب اشکال به وجود میاد. یه چیزی که امروز من براتون میخوام بگم اینه که ما زندگی عاطفی خودمونو بر روی نقاط ضعف دیگران نذاریم. یعنی دنبال این مسئله که اگر مثلا با همسرتون اختلاف دارین فوری شروع کنین، حالا اگه نقطه ضعفی داره یا مسئله‌ای داره فوری پرت نکنین توی روش، یا برای خواهرتون یا برای دوستتون یا برای اطرافیانتون. یعنی این بدترین نوع ارتباطه. وقتی که ما میخوایم یه آتوی از یکی بگیریم، یعنی یک نقطه ضعفی از کسی بگیریم و بخوایم روی اون نقطه ضعف به اون آدم اتک بکنیم، حمله بکنیم و پیروز بشیم، به خاطر اینکه ما میدونیم مثلا اون یه همچی نقطه ضعفی داره. یعنی مثلا تو که پول نداری، تو که شغل مثلا اون آنچنانی نداری، تو که مثلا اینطوری هستی. یعنی حالا بین زن و شوهر، یا مرد بخواد خانمشو تحقیر کنه به خاطر اینکه تو مثلا لایق نیستی، خانمای دیگه شب کار میکنن، تو فقط تو خونه نشستی مفخوری میکنی. خیلی کسی که با من توی ارتباط هستن توی رابطه تراپی، خب اینا رو میگن و خب اون خانم وقتی که میگه موقعیتی ندارم، بچه های کوچیک داشتم نتونستم برم مثلا یه شغلی رو یا یه درس رو ادامه بدم و یه کاری رو یاد بگیرم، همینطوری خب میشه به قول آقا میشه مصرف کننده. در سری که وقتی که نگاه میکنیم اون وظیفه یک خانم خیلی خطیره، بچه هاشو داره تربیت میکنه، به وضعیت خونه میرسه. یعنی یک زن میتونه مسئولیت خیلی زیادی داشته باشه که به چشم نمیاد، چون اگر یه فیلمی برداره از خانم که صبح بلند میشه، از تمام کاری که داره انجام میده، به بعض بچه ها رسیدگی بکنه، مدرسه ببره، تکلیفشون رو، هر کاری که یک زن، یعنی زن بستر خلقته، زن تعیین کننده، زن ضعیف نیست، زن ضعیفه نیست، زن خیلی قویه، بسیار مقتدره. یک مادر خیلی خیلی وجودش برای بچه هایی که به وجود میاره مهمه، یعنی خیلی خیلی بیشتر از پدر. خب مهمه، ولی مادر نباشه، یعنی به قول همه میگم بچه ها پدر یتیم میشن، نه، بچه اگر مادر نداشته باشه خیلی، نه اینکه اینو بر مبنای که خودم زن هستم میگم، تجربیات و تحقیقاتی که کردن در مورد بچه‌هایی که مادرشون ترکشون کرده، دیگه نیومده ندیدنش، یا مادرش رو زود فوت کرده و دیگه نیومده با بچه‌هاش ارتباط برقرار کنه، اینقدر اینا کمبود پیدا میکنن خیلی زیاد. تو همین آمریکا من آسیب هایی که از نداشتن مادر به اینا خورده، من خیلی به این نکته توجه کردم و دیدم که، حالا اگر گفتم شما سوالی دارین در ارتباط با هر چیزی که هست، میتونین از این فرصت استفاده کنین و سوالتون رو مطرح کنین، مهم نیست که در رابطه با چی هستش. ولی چیزی که ما الان میخوام بیان بکنم، من به عنوان یه تراپیست میتونم تکنیکای تغییر رو به آدما یاد بدم، ولی من قادر، شما قادر نیستین، یعنی هیچ کس قادر نیست یکی دیگر رو تغییر بده اگر اون دلش نخواد. اجازه بدین یه تلفن رو بگیریم. درود بر شما، بفرمایید. الو، خانم دکتر جونم، من میخوام سوال بکنم از شما در رابطه با کتاب هاتون. بفرمایید.
من نیویورک زندگی میکنم. Okay. بعد شما دو تا کتاب دارین که یکیش میگین فریه، یکیش هزینه داره. بله بله. بعد من اگر احتیاج داشته باشم باید چه کار بکنم؟ شما میتونید به تلفن اونجا که روی مانیتور هست 310-402-4946 زنگ بزنین، اردر بدین، یکیشو هزینه یکیو که میدین دوتاش براتون فرستاده خواهد شد. آه، من اردر میدم به آدرس من در نیویورک میفرستم. بله بله دیگه، آدرستونو میگیرن ازتون، بعد براتون پست میکنم. برای کسی دیگه خیلی پست شده در توی اورنج کانتی بودن، توی تکساس بودن، خیلی زیاد براشون کتاب خیلی ممنونم خانم دکتر، من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی. من بازپخش برنامه‌هاتون هم نگاه میکنم. من در ضمن دیپرشن دارم، به خودم میگم به خودت تلقین نکن. خب آرامش میگیرم وقتی نگاه میکنم برنامه های شما رو، خدا رو شکر. ببینین اگر دیپریشن دارین، افسردگی یعنی چی؟ یعنی شما تمام مدت دارین به نکات منفی و خاطرات ناخوشایند زندگیتون دارین فکر میکنین و میگم خاطرات گذشته رو دارم میگم، خاطراتی که آینده است که نیومده. نه، با آینده زیاد فکر نمی کنم، با حال زندگی می کنم. ولی خب نمیشه، من یه پسر داشتم فوت کرد، حالا خدا شد یه دختر دارم، اون اثر خیلی بدی رو من گذاشته خانم دکتر. آره خود من خیلی متاسفم، حق داری. خب یک ضایعه خیلی بزرگ هستش که یک فرزندی رو از دست بدیم. بله، با تصادف از بین رفت، تصادف کرد توی ایران و الان من دیگه یه دختر داشتم، منم آمادم پل و اون آمادم آمریکا. خب خب خدا رو شکر. ببینید به هر حال، حالا ما اگر بخوایم گریه کنیم برای گذشته که چی شد، کیو من از دست دادم، چه اتفاقی افتاد، چه واقعا سال 2000 من مادرم در حالا سال 2000 رو نمیدونم مال ایران رو چی میگم، هم مادرم بعد از 6 ماه پدرم فوت کرد، بعد از چند ماه هم برادرم فوت کرد و در عرض بعد زن برادر جوونم که اونم سرت در عرض اون سال 4 نفر از اعضای خانواده رو فوت کردم. ببینین به هر حال پذیرش، یعنی من میپذیرم که یه اتفاقی افتاده و دیگه ما چون نمیتونیم برگردیم و تاریخ رو عوض بکنیم و آدم ها رو زنده بکنیم یا بگیم باشن تا ما راضی بشیم، پذیرش با آنچه که هست مهمه. یعنی آنچه که داریم رو ما بپذیریم، قدرش رو بدونیم و بیایم از وجود همه اطرافیانمون، از وجود خودمون حداکثر استفاده رو بکنیم. ولی ولی اگر بشینیم از صبح تا شب این اتفاق برای من افتاد، اون پسرم فوت کرد، من این اشکال برام پیش اومد و بیان تمام مدت، بعد اون خاطرات منفی که ما با خودمون داریم مرتب تکرار میکنیم، میدونین چه تأثیر منفی داره، این شرطی میشه تو ذهن ما تا میشینیم ساکت اون نیش میزنه، میگه دیدی بی خود بی خیال نشین، اون از دست دادی، این اینجوری شد، اون اونطوری شد، ولی اینه یه دفعه چون ما عادت میدیم ذهنمونو، یه دفعه مود روانی انسان ها تغییر میکنه، شروع میکنن دیپرس شدن، افسوس گذشته رو خوردن و هر چیزی. بنابراین یسترده دیروز مرد، هیچ ما هیچ قدرتی برای برگرداندن دیروز نداریم، حتی یه لحظه پیش. ببین یه لحظه پیش من. پس بنابراین وقتی که ما مثل این که آب رو در هاون بکوبیم، وقتی که داریم هی خاطرات، چون هیچ ثمری نداری، دستمون خسته میشه اونو میگیریم، اون ذهن خاطرون گله خانم دکتر. خیلی ممنون. من دارم میگم که کاری نمیتونیم بکنیم برای گذشته. من این واسه اون گفتم 4 نفر در عرض
یک سال از دست دادم، ولی این نیستش که بشینیم و گریه کنیم. ما میتونیم آرامش برای روحشون بطلبیم و شادی روح اونا رو بخوایم، هر چیزی، حالا هر دعایی که هستش، ولی نه اینکه من بشینم گریه کنم، هی همش غم بخورم چی شد چرا اینطوری شد. نه، من میخوام کتابای شما رو بگیرم بخونم مطالعه کنم که دیگه قصه نخورم، پیشرفت کنم. باش خانم دکتر. خب ببینید، میتونین بخونین، استفاده کنین و براتون ارسال خواهد شد. چیزی که من الان دارم درباره‌اش صحبت میکنم اینی که ما نمیتونیم هیچ کسی رو تغییر بدیم مگر که خودش بخواد. ببین من اصلا تا حالا چند بار خواستم کسی رو تغییر بدم و ندونستم. من نمیتونم طرف مقابلم رو تغییر بدم. خب ببینید، ما قادر نیستیم با توهین کردن مثلا به همسرش اون فرد، بله. با دعوا کردنش، با صحبت که مثلا تحقیرش بکنیم، حالا آقا یا خانوم، فکر کنیم که به این وسیله ما داریم انرژی اینو میگیریم، داریم تحقیرش میکنیم. تو بی سلیقه ای، تو وارد نیستی، تو بلد نیستی، هر کدوم به هم دیگه یک چیزی رو که و فکر میکنن دارن خوبی میکنن، وقتی دارن اون ایرادی که به نظرشون رسیده به رخ فرد میکشن، فکر میکنن دارن اینا لطف میکنن و دارن هدایتش میکنن. این بزرگترین اشتباه آدم هاست که ما اشتباه میکنیم وقتی که میخوایم با تحقیر دیگران و لیبل زدن، یعنی بهشون بگیم تو مثلا خسیستی، تو بیادبی، تو اینطوری، یعنی با کلام منفی ما فکر کنیم ما داریم درستش میکنیم. به بچه هاتون من دیدم، پدر مادرها، مخصوصا که مادرها که باشون در ارتباطم، با دعوات، بی ارزه، تو اصلا نتونستی بچه مثلا 7-8 ساله رو، اصلا خوب نیست. بنابراین وقتی که ما داریم بچه خودمونو بهش لیبل میزنیم، لیبل یعنی انگ زدن، حالا فارسیشه، یا بهش میخوایم یه چیزی رو پرت کنیم براش که اونو تغییرش بدیم. میتونین شما این کار رو بکنین؟ نیور. هیچ کس نمیتونه با توهین و تحقیر یکی دیگه، و حتی اگر نقطه ضعف خاصی داره و اونم خودش میدونه داره، ما نمیتونیم با فشار دادن به اون دکمه دردناکی که تو وجود خودش داره و اون دکمه رو نتونسته خودش حل بکنه، ما بیایم اونو نمک بپاشیم بهش. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، خیلی ممنون، بفرمایید. از کجا ببخشید؟ از کجا تماس می‌گیرید؟ تماس بفرمایید. خواهش می‌کنم. ایران. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دکتر من الان چند ساله این ناخن دستام می‌خورم، حتی به این دیگه به گوشت میرسه دیگه، بعد اعصابم خیلی خورده. با کوچیک‌ترین چیزی اعصابم خورد میشه، ناراحت میشم. حتی صدای موتور یا صدای ماشین اصلا نمیتونم، نمیدونم. چند سالتونه شما؟ شما چند سالتونه؟ من 43 سالمه. الان چند ساله که اینطوری هستین؟ من نزدیک 30 ساله. اصلا شما برای این مسئله به پزشک مراجعه کردین؟ یه سری رفتم پیش پزشک، بعد آمپول بهم زد، بعد از بینیم اینا خون اومد، بعد دیگه نرفتم دیگه. یعنی چی؟ بهتون نگفت این اشکالتون چیه و چجوری میتونین اونو به هر حال رفعش بکنین؟ نه، هیچی به این توضیح نداد، هیچ کاری نکرد برام. خیلی خب، بازم ول کردیم. 20 ساله شما دارین این کارو میکنین، یا از صدای زیاد ناراحت میشه، هزار تا ممکن مسئله از نظر روانی تو ذهنتون باشه، و چه چیزایی رو که شرطی کردین، کاندیشنینگ که ناخوناتون رو بخورین. بله؟ بله. یعنی این جریانی که 7-8 سال بیشتر نیستش. ناخوناتون 7-8 ساله؟
ناخونم 30 ساله میگم میخورم. بله اون ناخون از کودکی و اون فشارهای چیز و دیگه موقع که صدا میاد شما به هر حال حتما بایستی به پزشک متخصص مراجعه میکردیم و ببینین اینجوری چجوری رفت میگن. ولی متاسفانه تو ایران میست که همه میگن عادیه بابا، چیزی نیست. حتی اگه درد دارن یه جایی رو تو بدنشون درد داره و همطور مکررن تکرار میشه نمیرن تا اینکه اون حاد بشه. من نمیدونم چطوریه که ما اینقدر به سلامت خودمون بی توجه میگیم حالا درست میشه خودش، بذار برم یه گلگاف زبون بخورم یا یه نمیدونم عناب و آب بریزم روش استفاده کنم خوب میشه. ببینین خب اینا سهل انگاریه، یعنی ما به وجود خودمون، به سلامت خودمون اهمیت نمیدیم. ما فکر میکنیم عادیه، همه اینجوری هن. خب اگه منم هستم چیز مسئله من دکتر این ناخونی که من میخورم آب بدنمو کم میکنه، چیکار میکنه؟ یه جا تلمبار میشه عزیز من یا... یعنی چی ناخونی که میخورم؟ اصلا همون حرکتی که دارین انجام میدین یعنی از یه چیزی شما دارین فرار میکنین و روش فرار از اون چیز، حالا از 10 سال پیش گفتین دارین این کارو میکنین یا گفتین از 30 سال پیش دارین میکنین. اون دوران کودکی معلومه اون بچه ها کمبودهای عاطفی دارن، به پدر مادر تبعیض قائل شدن یا تنبیه کردن، هزار تا مسئله از دوران کودکی میتونه باعث بشه که اون بچه استرس خودشو از طریق ناخون جویدن استرس خودشو بخواد تخفیف بده و همینطوری این مسئله بمونه تو ذهنش و پدر مادر شما هیچ گونه کاری هم نکردن. وقتی هم که دیدن شما دارین ناخون میخورین به این شدت که تمام گوشت دستتون هم آسیب میبینه، خب دیگه این دیگه لاابالیگریه که ما هیچ توجهی نکنیم، فکر کنیم عادیه، بچه داره ناخونش رو میخوره حالا همینطوری. تا اونم شما یک روشی رو برای اینکه کنترل کنین استرابتون و استرستون و از یه چیزی که ناراحتین بیاین و براش راه حل پیدا بکنین، اینطوری خودتو تسکین میدی از طریق ناخون جویدن. این خودش یک نوع اشکاله که حتما بایستی با پزشک مشورت کنین. حالا میتونیم بریم پلوی روانشناس یا روان درمانگر یا هر چیزی که در ایران هست برین و راه حلش رو باید بهتون بگم، به خاطر اینکه حالا بک‌گراندش رو میگیرم ببینن تو چه شرایط خانوادگی بودین، چه اوضاع احوالی به شما گذشته. حالا خب منم الان ازتون میپرسم شما چند تا خواهر برادر بودین یا هستین؟ ما 5 تا 6 تا خواهر دارم، 4-5 تا هم برادر دارم. آخرین بچه هم دیگه، یه دونه مانده با آخر. خیلی خوب دیگه، وقتی پدر مادر اینقدر تعداد با از یه پدر مادر هسته؟ پدر مادر تو یکیه؟ یعنی برادر همسر؟ من مادرم ازدواج دوم داشته برای فوت شوهر اولش. با اصلا برای این کار شما هیچ گونه اقدامی نکرده برای دن این که ناخونتون رو میجوین؟ مادرم که پیره بدم حیات الان نمیگم عزیز من، 30 سال داری ناخون میخوری، بنابراین از 30 سال پیش این کار کن. خیلی خوب دیگه، برای اینکه توی خانواده پر جمعیت شما بستی، شما بستی در حقیقت با دکتر مشورت کنین حتما، چون معلومه وقت آگهی هاست. حالا بعد آگهی ها و اون کسی که رو خط بیست من باهاش صحبت میکنم. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندان ها، درمان نوهنجاری های فک و صورت،
اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصصی ارتودنسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودنسی، عضو انجمن ارتودنتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین، ارتودنتیست. Hi, I'm Dr. Panta Nikain, and I would love to welcome you to Golden Hilton Beauty Center located in the beautiful city of Encino, California. At Golden Hilton Beauty Center, we offer 50 different services, medical and cosmetic combined. Our very popular services include body contouring, cellulite removal, scar removal, stretch mark removal, PRP injections for hair restoration, face, joints, non-surgical spinal decompression for herniated disc and sciatica patients, chiropractic, acupuncture, massage, injectables like Botox and filler, and many more. We're located at 16661 Ventura Boulevard, Suite 700, Encino, California, 91436. To receive more information regarding our services, or if you'd like to book your appointment, please call us at 866-524-6533. Thank you. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. خب ولی برگشتیم از آگهی‌های دختره من آتوسا، دکتر آتوسا نیکاین و دکتر پانتا نیکاین. به هر حال اینا در خودشون در خدمت جامعه حالا ایرانی و آمریکایی هستن و واقعا هم همه ازشون رضایت دارن از حال کاری که انجام میدن. اما در مورد اون مسئله‌ای که من گفتم، تغییر رو شما میتونین یکی دیگر رو تغییر بدین، حتی بچه‌تون رو چطوری میتونین تغییر بدین؟ هر وقت که من بیام نحوه ارتباط خودمو، من نمیتونم مرتب به شوهرم یا به خانومم ایراد بگیرم، تو اینی تو اونی، با بچه‌م داد بزنم، همش بگم الان تنبیهت میکنم، الان اونو برات نمیخرم، اون کارو نمیکنم، چرا این حرف زشت زدی، به شروع کنیم این روش رو. ببین وقتی یه روشی رو که مرتب داری انجام میدی، مرتب و منتظری که یه نتیجه متفاوت بگیری، درست بدترین کار و اشتباه رو ما داریم میکنیم. وقتی یه کار رو داری تکرار میکنی هیچ نتیجه ای نداره، رابطه شما با همسرتون درست نشد، رابطتون با بچه هاتون نتونستین آنطور که میخواین مثلا بچه ها رو تربیتشون طوری بکنین که خود به خود مسئولیت احساس بکنن و کار خودشون انجام بدن، وقتی که شما نتیجه نمیگیرین از یک رفتاری که مداومه. یه خانمی در ارتباط با من هستن که مثلا میگن آره من این نامزد من فکر میکنم به من خیانت میکنه، یه جایی یه کاری میکنه، تمام مدت داره ردشو میزنه، کنجکاوی میکنه، باهاش برخورده ناجور میکنه. فکر میکنه خب شما میخواین با این روش اونو تغییرش بدین، یا اگر اون داره یه کاری رو میکنه با یکی دیگه دوسته مثلا ولش کنه بیاد سراغ شما، نمیاد. برای اینکه شما رفتارتون رو تغییر ندادین. هر وقت یه رفتاری نتیجه نداره، نمیتونیم ازش یک پاسخ مثبتی در ارتباط با دیگران بگیریم رو اون تغییر، خب بنابراین یعنی اون روش بی نتیجه است. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر جان. خواهش میکنم بفرمایید.
خانم من یک سوال داشتم و سوال اینه که چرا فرشته ها روی زمینن؟ نمونه بارز شما. خواهش برم سواله. چرا؟ یعنی چی؟ ما سوال میکنیم فرشته کیه؟ اصلا فرشته وجود داره یا نه؟ شمایی دیگه. خب الان میگم فرشته ها روی زمین نیست، ولی چند خب نمونه بارز شما رو زمینی دیگه. خیلی لطف داری. چجوری این اتفاق افتاده؟ امیدوارم که بسیار سپاسگزار شما و خرد شما هستم و افتخار میکنم که شاگرد شما و از شما کلی درس یاد گرفتم تا به الان. خیلی لطف داری. در مورد موضوعی که فرمودید، در مورد تغییر دادن دیگران، ما نمیتونیم دیگران تغییر بدیم. ما اگر خودمون بتونیم، چیزی که من از شما یاد گرفتم البته این بوده که اگر من بتونم خودم رو تغییر بدم، یاد بگیرم مسئولیت پذیر باشم، یاد بگیرم احترام به خودم رو قوی کنم، یاد بگیرم با تمام کائنات همسو و همجهت باشم و به همه چیز و همه کس احترام بذارم، دیگران از اعتقاداتی که من تغییر کردم و اعتقادات من که بالا اومده، براو، دیگران هم تغییر میکنم. آفرین. یعنی یک برنامه بسیار غلطی که ما بخوایم دیگران تغییر، ما باید اول خودمون رو تغییر بدیم. اگر مادری میخواد بچهش رو تربیت کنه، باید خودش اول اون تربیت کردن رو یاد بگیره، خودش باید تغییر کنه. از تغییر خودش من فکر میکنم، یعنی احساس میکنم که از تغییر خودش اون بچهش هم تغییر میکنه، یعنی مسئولیت پذیر میشه و همه سیستمای خوبیه که یک انسان میتونه به دست بیاره، به نظر من با تغییر کردن خودش به وجود میاد و نیازی نداره که روی تربیت بچه خودش کار کنه، چون اگر روی تربیت خودش کار کنه قطعاً بچه خوبی در اجتماع و جامعه خواهد. خب الان روی تربیت خودش چجوری کار کنه؟ شما که درس رو گرفتین، روی تربیت خودش چجوری کار کنه؟ ببینید، من معتقدم همه انسان ها، حالا فرق میکنه کجای دنیا باشن، باید اول از هر چیز روی یعنی در واقع زبان ذهن رو یاد بگیرن. خب زبان ذهن چجوری به وجود میاد؟ خب همین که من پیروی برنامه های شما باشم، همین که من کتاب های شما رو بخونم، همین که من دنبال این باشم که کتاب های مختلف در روال این که یاد بگیرم زبان ذهن چی هست، اگر این زبان ذهن رو من یاد بگیرم، اون تربیت خود به خود وجود میاد. چون ما اگر زبان ذهن رو بلد بشیم، زبان ذهن چیه؟ شما شاید بعضی ها ندونن زبان ذهن چیه. زبان ذهن رو شرح بدین شما. زبان ذهن همون خرد دیگه. شما وقتی بتونه خردتون رو به کار بگیرید، وقتی خرد شما قوی بشه، قطعا شما دیگه نمیگید من نمیتونم. آخه خرد چیه؟ ببینید، مسئولات نگیم زیاد، یه جوری بستی موضوع رو باز کنین که بقیه قشنگ درک بکنن که خرد یعنی چی. خرد اون تکنیک های ذهنی که من بتونم، یعنی ببینین، نگتیو تاوتس، افکار منفی، من نمیتونم، من قادر نیستم، من بدبخت شدم، من اون ناتوانی ها رو، من شکست خوردم. ببین تمام این نکات نگتیوی که ما تو ذهنمون داریم از صبح تا شب با خودمون مرور میکنیم، من عجب بدبخت شدم، دیدی اون چه جوری با من رفتار میکنه، دیدی اون چطوری به من توهین کرد، دیدی اون چه نمیدونم برخورد خصمانه ای با من کرد. یعنی تمام انرژی ذهنیمون رو ما بذاریم که یکی دیگه چرا این کارو کرد. اون موقع هستش که ما از این انرژی محدود ذهنی خودمون داریم واقعا، یعنی انرژی محدود ذهنیمون رو هدر میدیم که برای به دیگران فکر میکنیم. Who cares که دیگران چی میگن؟ اگر اینقدر اهمیت ما ایرونی ها، من نمیدونم، به نظرات دیگران ما خیلی اهمیت میدیم، اینقدر حساسیم. این خانم دکتر یه نگاه های عجیب غریبی به من کرد، اصلا معلوم بود از من خوشش نمیخوام نیاد. ما مجبور نیستیم که بشینیم کاری بکنیم همه از ما خوششون بیاد.
اگر توی جامعه کاری رو بکنیم 50% باید موافقن، 50% باید مخالفن. اینو باید قبول بکنیم. نمیتونی 100% همه بگن به به با آفرین تو گل گلابی. ما باید بفهمیم که ممکن 50% از ما با ما هم عقیده باشن، 50% هم عقیده ما رو قبول نکنن. اما مهم اینه که ما استیبل باشیم، یعنی روی اون رفتاری که میخوایم انجام بدیم. اگر رفتار من به رفتار طرف مقابل وصل بشه، ما میشیم یک دلقک. یعنی دلقک میگه من باید کاری کنم اینا رو بخندونم، یا کاری کنم اینا رو بگریونم. یعنی من خودم خود طبیعی خودم نیستم. من به خاطر اینکه گود لوکینگم و به دیگران نشون بدم لبخند میزنم، باهاشون رفتارهای خوب میکنم که من دوست داشته باشم، که به من توجه کنم. ما اگر تمام انرژی ذهنیمون رو صرف دیگران بکنیم که اینا این حرفو به من زدن، این کارو کردن، حالا من بیام ایمیل اونا رفتو کنم، یاد بگیریم که من غیر از خودم هیچ کس رو نمیتونم تغییر بدم. و اگر قرار بشه تمام انرژی ذهنی خودم رو صرف این بکنم که بخوام یکی دیگر از خودم راضی کنم و بخوام بازی بکنم این مسئله رو، هیچ وقت ما موفقیت رو نخواهیم داشت. اون میشه مرتلب. اگه بخوام همش گود لوکینگ خودمون نشون بدیم، همه رو قرب صدقه بریم، هرچی اینا میگن، حتی اگر یه حرفی رو من میزنم که کاملا میدونم درسته، دیگران بگن نه بابا همچی چیزی نیست، یا اون فرد مقابل بگه نه اشتباه میکنی فلان، فوری گیواب میکنین. اون میگن مرتلب. مرتلب چیکار میکنه؟ حرف خودشو به کرسی نمی نشونه. یعنی اگر یک طرف مقابل مخالفت بکنه، فوری میگه آره، برای اینکه دعوا نشه، برای اینکه گود لوکینگ خودشو نگه داره، برای اینکه بگه آره من همیشه نایسم، اون یه کش به لبم میبندم، من نایسم. اون مرتلبیه که ما میخواییم همه رو به سمت خودمون جلب بکنیم با هر ترفندی که شده. اگه دیسگری داریم باش، مخالفیم، فوری موافق باش در میام. چرا؟ که من دوستم، من دوستت دارم و لبخنده رو میزن که اون به ما توجه کنه، که اون ما رو دوست داشته باشه. این مرتلبی جز خصوصیات شخصیتی ایرانی ها خیلی زیاده. تعدادی مثلا میتونم بگم 70-80% ما همش اون چاکرم، مخلصم، نوکرتم، کنیزتم، خاک زیر پادم. یعنی ما اگه قرار باشه که تمام انرژی ذهنی خودمون رو صرف این بکنیم که دیگران رو از خودمون راضی نگه داریم، چه موقعی خودمون رو میتونیم، شما آقای محترم که روی خط، چه موقع ما خودمون راضی میشیم؟ اگه نخواهیم که همه انرژی ذهنمون رو صرف دیگران بکنیم، موقعی که به نظر من وقتی خودت و تمام اون چیزایی که هست به پذیری و دوست داشته باشی و خودت برای خودت ارزش قائل باشی، این اتفاق میفته. به نظر من چجوری ما میتونیم برای خودمون ارزش قائل باشیم؟ با دوست داشتن خودمون، با خودمون وقت بذاریم، انرژی بذاریم، به خودمون برسیم. شما خودتون کردین. ببینید، شما به عنوان یک مثال هستین دیگه. من باور دارم که برنامه های من یا چیزا رو توجه کردین. خودتون چطوری خودتون رو تغییر دادین؟ میتونین اینو با ما در میون بذارین؟ خب تغییراتی که من روی خودم انجام دادم، خب یک شب، یک هفته، یک ماهی نبوده. من چند سال هست که شما رو فالو میکنم و هر ماه برای خودم و برای ذهن خودم هزینه های انجام میدم، کلاس های مختلف میرم، ارزش به خود رفتم، اعتماد به نفس رفتم، عزت نفس انجام دادم، کلی کار من انجام دادم که به این باور برسم و به این نتیجه برسم که من انسان ارزشمندی هستم و ارزش بهتری خود دارم. من در درجه اول فقط و فقط باید خودم مهم باشم. اصلا یاد بگیرم مهربانی کنار بذارم، یاد بگیرم کمالگرا نباشم. نه خب من حالا با فالو کردن شما، شاگردی شما و کتابای دیگه، سمینارهای دیگه، اعتقاد دارم باید به خودم وقت بذارم، باید خودم رو مناسب کنم تا جهان پیرامون من مناسب بشه. حتی اگر در بدترین کشورم زندگی کنم، اگر مناسب باشم، از ارتعاشات بالای من میتونه اون رو منم. خب ارتعاشات بالا چیه؟ بارکلو، ارتعاشات یعنی چی؟ بگین که اقلا اونا هم بدونن که ارتعاش چیه. خب ارتعاش بالا اون انرژیه که من
با استفاده از اینکه کمال‌گرایی رو قطع می‌کنم، مهربانی رو قطع می‌کنم و عرضم بزرگ شما روی مهارت‌های ذهنم کار می‌کنم، زبان ذهنم رو یاد می‌گیرم، از خردم استفاده می‌کنم، روی خردم کار می‌کنم. مهم‌ترین چیزی که من خیلی روش تاکید دارم اینه که مراقب زبانم هستم، مراقب گفتارم هستم که اون گفتار من واقعا جادو می‌کنه، مراقب باشم. خیلی مراقب روی عرضم بزرگ شما گفتارم و احساساتم داشته باشم، احساساتم رو کنم. خب گفتار ما چجوری جادو میکنه؟ من چون میخوام دانش شما رو میدونم که خیلی مسکه مطالعه داریم. وقتی من میگم خب من مطمئنم نتیجه رو نمیارم، من بدبختم، من شانس ندارم، من اینجا قبول نمیشم. وقتی اینا میگم خب اون سلولای بدن منم از من فرمانبرداری میکنن دیگه. خب ببین سلول بدن نیستا، ببین از من سلولای بدن ما از ما تبعیت نمی کنن. اون سلول هایی که کانکشن مغز ما هست، سلول های مغز ما و یا انرژی ذهنی. آها خب پس انرژی، درست میگی، حرفت هم درسته، ولی به جای بدن باید میگفتی اون نیروی ذهنی. آفرین. خب اونا رو میای درست، یعنی میای تربیتش میکنی به نحوی که دقیقاً به میل شما رفتار کن، درسته؟ دقیقاً. حالا مثلا من یه چیزی که ادیت کردم روی گفتارم اینه که من وقتی میرسم به دوستام یا حالا با افرادی که رسمی هستن، به جای اینکه بهشون بگم خسته نباشی چون میدونم ذهنم یا مصرف میکنه و این جمله تبدیل میشه باریکلا براو، من میگم درود بر شما، سالم و تندرست باشید. خیلی تعجب میکنم، یعنی منتظر اون جواب هستن که اون در واقع منتظر. عادت کردم، ببین عادت های کلامیه. الان به من اعلام کردن که من 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت ندارم. اون کلمه خسته نباشید، نمیدونم بهت میگن که چشمت بی بلا، دستت بی بلا، بی بلا. بلا رو که میگی یعنی بلا بیاد برات. میتونی بگی سلام، بگو شما بگین. اجازه دارم میگن که سفر بی خطر. خب بگو سفر به سلامت. براو براو. یعنی خطر ما نگتیو که میگیم، یعنی اون میکشونیم به لایف اون آدم. من چه جهت میکنم من. زنده با اینا، خیلی عالیه. خوب شد که اقلا با بینندگان ما درد دل کردین. من گفتم بهتون اول برنامه هم، اولا که میتونین کتاب من و جادوی باور و رمز موفقیت. من تایید کردم. میدونم، برای شما نمیگم، برای شنوندگان و بینندگانم میگم که اگر خواستن یک کتاب رو سفارش بدن، کتاب دوم رایگان برشون فرستاده میشه و اونجا من شماره تلفن رو گذاشتم که از طریق دفتر من براتون پست میشه و به دستتون میرسه. بیاییم بخونیم، مطالعه کنیم، یاد بگیریم که آدم بهتری باشیم برای خودمون و برای اطرافیانمون. یعنی این خیلی مهمه که تغییر رو ما بیان در زندگیمون تجربه کنیم. حالا اگر شما ویدیوهای من توی یوتیوب هست، youtube.com/Dr.Parveen Nizami و الانم توی یوتیوب حتی فایل صوتی برنامه های تلویزیون رادیویی من در رادیو بامداد که تو ساکرامنتو هستش اونجا گذاشته شده، میتونیم فایل صوتی رو هم گوش بدین. در مورد مسائل مختلفی هستش که جدا جدا تیترمندی شده و میتونین گوش بدین، یاد بگیریم. خب روز به روز آگاهیمونو بیشتر کنیم تا بتونیم زندگی آرامتر و بهتری داشته باشیم. هر وقت به نکات منفی توجه میکنیم، هر وقت زوم میکنیم اون چی کار کرد، من بدبختم، اون موقع 10 سال پیش شکست خوردم، وقتی که به اینا شما فکر میکنی، یعنی انرژی ذهنی تو صرف میکنی، به هدر داری میدی. و اینا رو من برای آرامش شما میگم. من دوست دارم شما تغییر کنین و همیشه احساس شادی و رضایت بکنیم. به خودتون بگین من خود را دوست دارم، من همه را دوست دارم و میدانم همه نیز مرا دوست دارن. من یگانه عالم هستم، من یار خدا هستم. وقتی اینا رو میگیم آرامش پیدا میکنیم، میفهمیم که ما هممون یگانه هستیم و میتونیم از این یگانگی در زندگی خودمون
بفهمیم که ما با هیچ کس قابل مقایسه نیستیم، با هیچ بنده ای توی دنیا، با هیچ انسان دیگه ای. ما یونیک هستیم، منحصر به فرد، همونطور که خطوط کف دست ما با خطوط کف دستی هیچ کس شبیه نیست. بنابراین اینو بفهمیم که ما یکتا و یگانه هستیم و میتونیم بهترین های خودمون رو از درونمون بیرون بکشیم و اونها رو زندگی کنیم. من چون وقت برنامه‌ام تموم شد، از آقای مهندس اندرو و خانم عسل زیبا و خانم فریده جلالیان و آقای میرچی مسئول تلویزیون سپاسگزاری میکنم. دوست دارم ببینید از همه کسایی که در اطرافتون هستن وقتی سپاسگزاری میکنین، انرژی های خوبی براشون میدین، اونا رو به سمت خودتون برمیگردونین. غیبت نکنین، تمام رازهای زندگی دیگران رو برملا نکنین. خواهش میکنم اینا رو دستور زندگی خودتون بکنیم. و از آقایی که روی خط با ما بودنم خیلی سپاسگزاری میکنم که اون در حقیقت تجربیات زیبای خودشونو برای ما شرح دادن. و با تو خدافظی میکنم آقای عزیز و کسایی که خیلی ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون. کسایی که روی خط هستن میتونن بیستن تا من پاسخشون رو میدم بعد از برنامه. تا درودی دیگر، بدرود و شما رو به دست توانای خدا میسپارم. خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.